احمد یوسف نورستانی رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اتهام دزدی از اموال عمومی در آمریکا را پذیرفته. دادستانی کالیفرنیا او را متهم کرده بود که از تامین اجتماعی کمک هزینه زندگی دریافت کرده در حالی که در آمریکا زندگی نمی کرده. همکارم سام فرزانه از واشنگتن با ماست. سام، یکم بیشتر از جزئیات این پرونده برامون توضیح بده. ببینید، دادستانی در واقع پرونده‌ای رو علیه آقای نورستانی مطرح کرده که بین ماه جولای در سال 2015 تا دسامبر 2018 او از کمک‌های تأمین اجتماعی، برنامه‌های رفاه اجتماعی در آمریکا استفاده می‌کرده، در حالی که او مثلا باید اگر میخواسته بیش از 30 روز خارج از ایالات متحده باشه باید اون رو اطلاع میداده که این کار رو انجام نداده و به هر حال این یکی از احتمالاً دلایلی بوده که اینها اصلا متوجه این ماجرا شدن و اینطور که گفته شده در این پرونده حدود 27 هزار دلار آقای نورستانی به صورت کمک گرفته و بعد حدود 73 هزار دلار هم در واقع خرج مسائل بیمه درمانی او بوده، مسائل پزشکی و بهداشتی او بوده که در این مدت پرداخت شده که این هم اضافه شده و در واقع اینها کمک هایی بوده که به کسانی که درآمد کمی دارن اینجا در آمریکا داده میشه و اینطور که دادستانی در اطلاعیه این رو منتشر کرده، آقای نورستانی این اتهام ها رو پذیرفته و گفته و قرار شده که این پول رو دست کم پس بده و قراره که حالا قاضی هم تا در ماه مارس 2020 مثلا حدود 3 ماه دیگه نظر خودش رو اعلام بکنه و بگه که در مورد این پرونده چه نظری داره. آقای نورستانی اگر حالا قاضی بخواد خیلی سفت و سخت بگیره، حد اکثر زمانی که ممکنه در زندان به سر ببره حدود 10 سال خواهد بود و یک جریمه نقدی بیش از اینها هم باید حدود 25 هزار دلار هم باید بده، ولی باید ببینیم که حالا چه دفاعی هست در دادگاه، قاضی چه رأی خواهد داد. پایتخت لبنان دیشب ساعت‌ها ناآرام بود و دست کم 25 نفر زخمی شدند. درگیری در ابتدا میان تظاهرکنندگان و پلیس روی داد، ولی سپس گزارش شد که هواداران حزب الله و جنبش عمل، دو حزب شیعه لبنان، وارد عمل شدند و درگیری گسترش یافت. اوضاع امروز در بیروت آرام گزارش شده. جزئیات بیشتر در گزارش مرداد فرهمند. دیشب تظاهرکنندگان کوشیدند به ساختمان مجلس حمله کنند که با پلیس روبرو شدند. پلیس تظاهرکنندگان را عقب راند و تظاهرکنندگان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. درگیری میان دو طرف هم زخمی در جا گذاشت و هم کسانی که دچار خفگی ناشی از گاز اشک‌آور شدند. سرانجام پلیس توانست تظاهرکنندگان را از اطراف مجلس دور کند. اینجا درگیری تازه‌ای روی داد. افرادی که گفته می‌شود جوانان هوادار حزب الله و جنبش عمل بودند، برخی با چهره پوشیده با تظاهرکنندگان درگیر شدند. اینکه چرا هواداران حزب الله و جنبش عمل، آن هم در مرکز شهر بیروت و خارج از مناطق زیر کنترلشان وارد عمل شدند، به رخدادهای سیاسی خارج از خیابان‌ها باز می‌گردد و درگیری دیشب را در پس زمینه‌ای متفاوت با تظاهراتی قرار می‌دهد که هفته هاست در لبنان برپاست. درگیری دیشب بیشتر از جنس کشمکش‌های سیاسی همیشگی بود که از دیرباز در لبنان روی می‌دهد و به خیابان‌ها هم می‌کشد. درگیری دیشب پس از آن رخ داد که مشخص شد حزب الله و جنبش عمل از نخست وزیری دوباره سعد حریری پشتیبانی می‌کنند، اما به شرطی که همه جناح‌های سیاسی را در دولت خود شرکت دهد. همزمانی درگیری دیشب
با رایزنی برای تشکیل دولت تازه به نظر می رسد باید در راستای اثر گذاشتن بر این رایزنی ها ارزیابی شود. حالان که تظاهراتی که هفته هاست در لبنان برپاست، هویتش را از پرهیز از رد و بندهای سیاسی گرفته و اینکه کل نظام سیاسی باید دگرگون شود، نه اینکه صاحبان قدرت چگونه و با چه ترکیبی دولت تشکیل دهند. مرتضی فرهمند، BBC.